یک اخلاقی در جامعه است که منو مجبور میکنه رفتار خاص داشته باشم برای حرفم مردمی که منو میبینن همون تماشاچی های فیلم های من هستن اونا من رو بیشتر از هر فرد دیگری در خانوادهشون ممکنه ببینن هر روز در سریال های تلویزیونی یا فیلم هایی که در سینما میاد یا تئاترایی که روی صحنه هست پس با من آشنان من اونا رو ندیدم ولی اونا منو دیدن من در ذهنم برای یک تماشاچی کار میکنم که داره منو نگاه میکنه الان اون تماشاچی روبروی من ایستاده پس من موظفم رفتار همراه با احترامی با اون طرفی که با من روبرو میشه داشته باشم وقتی با من سلام علیک میکنن وقتی از من سوال میکنن وقتی از من چیزی رو میخوان تواضعی که من مجبورم و موظف هستم درباره تماشاچی داشته باشم اینجا باید به کار ببرم رفتار دیگه من در جامعه اگر که بر فرض مثال من هرگز از هیچ ورود ممنوعی عبور نمی کنم چون فکر می کنم حتی این عبور ممنوع اگر کوتاه هم باشه یک نفرم منو دیده باشه فکر می کنه این کار خلاف من یک جوازیه برای اینکه دیگرانم این, دیگران این خلافو بکنن پس در نچه هیچ کار خلافی تو جامعه هم نمی کنم که الگوی بدی برای افراد جامعه هم نباشم گاهی اوقات این رفتارهای ناپسند ما که بهش نمیگن اخلاق حرفه‌ای در گروه های فیلم اتفاق میفته ناشی از یک توهمه و اون توهم اینه که من دارم هی میرم بالا و به این فکر نمی کنم که من هر چی میرم بالاتر سقوطم سنگین تر خواهد شد اگر فکر کنم هر لحظه ای ممکنه اون بالا نباشم دیگه به اون بالا تکیه نمی کنم در نتیجه فواره هر چی میره بالاتر سقوطش سریعتر خواهد بود.